سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، به شما عزیزانی که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن. در ساعت 1 بعد از ظهر همراه شما خواهم بود از واشنگتن گرم و آفتاب. نگاهی خواهیم داشت به پیامدهای انقلاب اسلامی در ایران در ارتباط با 15 خرداد، سالگرد رویدادهای 15 خرداد 1342 و پیش از آن در سال 1341. آیت الله خمینی در اون سالها چه میگفت و چه میخواست و چه پیامدهایی داشت، گفته‌ها و سخنرانی‌های او. و در ادامه در پی پیروزی آیت الله خمینی و انقلاب، به رهبری آیت الله خمینی اقداماتی که باعث شد ایران منزوی شود، آنگونه که بسیاری از ناظران بی‌طرف نیز تأکید کردند که خواسته های آیت الله خمینی خواسته های منطبق با مطالبات مردم ایران در قرن بیستم نبود. بر سر مرجعیت شیعه با به قدرت رسیدن آیت الله خمینی و انقلاب اسلامی چه آمد؟ آیا ساختار روحانیت شیعه به قوت خود باقی ماند و قدرتمندتر شد، یا با فرو به قدرت رسیدن آیت الله خمینی و جابجایی دین و انتقال دین و علمای دین بر مسند حکومت، ساختار روحانیت شیعه نیز از هم فرو پاشید؟ دستاوردهای انقلاب اسلامی برای مردم ایران چه بود؟ و پرسش‌های دیگر. در سالگرد 15 خرداد، یک روز پس از سالگرد درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی. پرسش‌ها بسیار است و سخن‌های بسیار در این زمینه در میان خواهیم گذاشت با آقای حسن شریعت مداری، فعال سیاسی در هامبورگ و در تهران، با آقای صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای شریعت مداری، سلام به شما. منم سلام دارم خدمت شما و میهمان عزیزتون آقای دکتر زیبا کلام و همه بینندگان خوب شما و هموطنان عزیزم. و آقای صادق زیبا کلام در تهران، با سلام به شما. با نام و یاد حضرت حق و با آرزوی قبولی طاعات همه هممیهنان عزیزمون در داخل و خارج کشور، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای مهندس شریعت مداری و میخواهم که یادی هم بکنم از ابوی گرانقدرشون مرحوم آیت الله شریعت مداری که به هر حال محنت کشیدند بعد از انقلاب. عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی، جناب آقای چالنگی و همکاران عزیزتون. با سپاس از شما از طرف همکاران سپاسگزارم. آقای شریعت مداری، در آغاز اشاره کردن به آیت الله شریعت مداری. یکی از موضوعاتی که هست که البته من قصد داشتم دیرتر این پرسش رو مطرح کنم، در همین آغاز خیلی ها به این نکته اشاره می کنن که تا به قدرت رسیدن انقلاب اسلامی و نشستن مرجعیت تقلید در ایران در مسند حکومت، این به جای این که باعث تقویت ساختار روحانیت شیعه بشه، باعث فروپاشی ساختار سنتی به اصطلاح روحانیت شیعه شد. کما اینکه در این بیش از 4 سال حتی آیت الله زینفوزی مانند سه مرجع تقلید پیش از انقلاب دیگه در ایران ما نداریم و در جاهای دیگه نیست. تفسیر
شما رو میشنویم که از نزدیک با این موضوع در تماس بودید و در جریان. بله این کاملا صحیحه، یعنی استقلال حوزه ها از بین رفت و استقلال روحانیت هم از بین رفت. اصولا روحانیت شیعه با بر اساس این ساختار به وجود آمده بود که حکومت در عصر غیبت یک حکومت دینی نیست و حکومت دینی بر مبنای اون که شیعه ایرانی ساخته بود و در حقیقت ایرانیان و به خصوص از قرن سوم به بعد در این طرز تلقی و این تفسیر خاص از دین نقش بزرگی داشتند، این بود که چون عدل الهی یک خصوصیتی است که هر انسانی نمیتواند مجری اون باشه و حکومت دینی باید مجری عدل الهی باشه تا نماینده خداوند خودش رو بدونه، این خصوصیت در ائمه معصومین هست و در غیاب ائمه معصومین کسی عدل الهی را نمیتواند اجرا بکنه برای اینکه علم الهی نداره. یعنی کسی میتواند به عدل واقف باشه که علم کامل داره و علم کامل در انحصار ائمه است. کاری به درستی و غلطی چنین تصوری نداریم. در حقیقت این یک تفسیر رندانه‌ای بود در مقابل خلفا که حکومت دینی رو غیر ممکن میکرد. چون موقعی که این تفسیر درست شد تصوری از این که شیعه به حکومت برسه نبود. ولی سنگ بزرگی بر سر این بود که خلفای اهل تسنن خودشون رو نماینده خدا بدونن، چون شیعه استدلال میکرد که اینها ظلمن. ظلمه یعنی اونهایی که عادل نیستند. حالا درجه ظلم فرق میکنن. چرا عادل نیستند؟ برای اینکه عالم نیستند، علم لدنی ندارند و نمیدانند که عدل چیست تا اون رو، عدل الهی چیست تا اون رو اجرا کنند. تفسیر بسیار زیرکانه‌ای بود بر سر نامشروع دانستن خلافتی که اون روز شیعیان نمیتونستن خودش رو از اون جدا بکنن. این تفسیر تا آمدن انقلاب اسلامی همچنان برجا بود و این باعث میشد که روحانیت یک نهاد در حقیقت انتقادی در مقابل حکومت موجود باشه، بدون اینکه حکومت رو بخواد تصاحب کنه و پایه دوم قدرت در مملکت باشه. وقتی که خودش، البته با تحلیلی که من دارم، چون در جامعه اصلاحات فراوانی شده بود و روحانیت پایه‌های اقتدار خودش رو از دست میداد، سلطنت و روحانیت با هم دچار بحران شدند. روحانیت، بخشی از روحانیت که اقتدارگرا بود، سلطنت را محکم بغل کرد تا اینکه از بین نره و سلطنت فقهی به وجود آورد. این سلطنت فقهی هم سلطنت را از بین برد، قبلا از بین برده بود، و هم روحانیت منتقد سلطنت رو از بین برد و امروز چیزی خرابهی به اسم ایران داریم که محصول این هماغوشی این دو نهاد هستند و متاسفانه مملکت به این وضع کشیده شد. تفسیر شما میشم آقای زیبا کلام، با توجه به این که همونطور که آقای شریعت مداری اشاره کرد، روحانیت منتقد یا مخالف یا هر عنوان دیگهی، به هر حال سلطنت پادشاهی رو کنار گذاشت، یکی از دو ستون جاری و به اصطلاح در کشور که حتی پیش از اسلام هم وجود داشت، هم دین و هم پادشاهی در کنار هم، یکی حکومت مسئول دیگری غیر مسئول به هر حال. اما در مسند و مقام حکومت به جایی رسید که گفته میشه تمام اعتبار یا بخش بزرگی از اعتبار روحانیت شیعه رو خرج حفظ قدرت سیاسی کرد. حرفای آیت الله خمینی زد که اگر کسی دیگه میزد کفر حساب میشد. اینکه ما حتی واجبات دینی رو میتونیم متوقف کنیم برای حفظ حکومت. تفسیر شما رو میشنویم درباره اتفاق این رویداد، این جایگزینی تا چه اندازه کمک کرد به ساختار روحانیت شیعه یا نابودی؟ ببینید جناب شالنگی، مطالبی که شما در این برنامه تا به دینجا مطرح کردید و جناب آقا شریعت مهندس شریعت مداری هم مطرح کردند، بسیار بسیار موضوعات مهمی رو و تاریخی رو و فقهی رو شامل میشه. اینکه آیا اساساً ما ولایت فقیه داریم؟ فقیه باید حکومت بکنه در عصر غیبت؟
یا نباید بکنه، آیا روحانیون بایستی حکومت بکنن یا نبایستی بکنن، شأن نزول روحانیون چه هست، روحانیون به چه کاری بایستی همت بگمارن، در طول تاریخ چگونه بوده، و بالاخره اینکه آیا در نتیجه حکومت روحانیت در ایران ظرف 40 سال گذشته آیا این کمک به مستحکم تر شدن نهاد تشیع شده، آیا باعث تقویت و استحکام نهاد روحانیت شده، آیا بر اعتبار روحانیت افزوده یا نه. اینا مطالب بسیار مهمی هست که تصور نمی کنم خیلی سریع جناب چالنگی بشه به اینها در یک برنامه پرداخت. ببینید اون چه که مطرح کردن آقای مهندس شریعت مداری، بنده صادق زیبا کلام اساساً هیچ تخصصی، هیچ اهلیتی، هیچ مطالعه‌ای در خصوص این که آیا فقیه باید در عصر غیبت حکومت بکنه یا نه، هیچ علم و اطلاعی ندارم و بی سواد مطلق هستم. اما چیزی که فقط میتونم به عنوان یک مشاهدگر جناب آقای چالنگی خدمت شما عرض بکنم این استش که از زمان غیبت کبرا تا به امروز بیش از 1000 سال داره میگذره و در طی این 1000 سال نه در دوران صفویه، نه قبل از صفویه، نه بعد از صفویه، نه در عصر قاجار، نه در عصر پهلوی، در هیچ عصر و مقطعی هیچ روحانی برجسته و طراز اولی نگفته که باید روحانیت، باید فقیه حکومت بکنه. حالا البته در پاسخ این گفته میشه که اسبابش فراهم نبوده، شرایطش نبوده، اما ما شاهد هستیم که از قرن 16 تا پایان قرن 18 یعنی 200 سالی که صفوی حکومت کردن و تشیع شد حکومت رسمی در ایران و علما، فقها، مراجع بسیار نزدیک بودن با دربار صفویه و تحت فشار نبودن، هیچ کدام از بزرگان روحانیون بزرگ دوران صفویه نگفتند که فقیه باید حکومت بکنه. ممکنه که در عرصه تئوری بحثای مطرح شده باشه، ولی شما هیچ فقیهی رو نمیتونید پیدا کنید در فاصله 500 سالی که از زمان غیبت کبرا هستش تا زمانی که صفویه تشکیل حکومت میدن در ایران. 500 سال طول کشیده، در این 500 سال جناب آقای چالنگی اصلا گفته نمیشه که فقیه باید حکومت بکنه، در 200 سال حکومت صفوی هم گفته نمیشه که باید فقیه حکومت بکنه، بعد از صفوی هم فقهان مدعی این که حکومت بکنن نیستن. بارزترین مثالی که داریم، گذشته ها رو بگذاریم اگر به کنار، بارزترین مثالی که داریم امروز در عراق هستش که حضرت آیت الله سیستانی به هیچ وجه داعیه حکومت کردن و اینکه من چون فقیه هستم، من چون مجتهد هستم، من چون مرجع تقلید هستم، پس بنابراین من باید در عراق دست کم برای شیعیان حکومت بکنم، توصیه هایی میکنن و اتفاقا این رویه بوده که علما و بزرگان دین بعد از عصر غیبت کبرا انجام دادن، در دوران صفویه، در دوران قاجار، قبلش، بعدش. بله، علما مراجع توصیه هایی میکردن، بعضن تظلمی میکردن، ولی هیچ وقت هیچ کدوم نگفتن که ما باید حکومت بکنیم. مرحوم آشق فضل الله نورین، حتی ایشون هم نگفت ما باید حکومت بکنیم. مرحوم عاشق مرتضی انصاری نگفت ما باید حکومت بکنیم. آیت الله بروجردی نگفت ما باید حکومت بکنیم. ابوی آقای مهندس شریعت مداری، مرحوم آیت الله شریعت مداری، نگفت ما باید حکومت بکنیم. آقای خونساری، آقای گلپایگانی، آقای نجفی مرشی، ببینید هیچ یک از آفتاب الحسن اصفهانی، عاشق عبدالکریم حائری، هیچ کدومشون نگفتن ما باید حکومت بکنیم. من میخوام یه مرحله دیگه بیام جلوتر و بگم که حتی مرحوم امام خمینی هم نه در نجف گفتن ما باید حکومت بکنیم، نه در پاریس گفتن ما باید حکومت بکنیم، و حتی نه بعد از انقلاب هم به نظر من نگفتن که ما باید حکومت
ولی بخونی. در مکتوباتشون اجازه بدید این جمله رو بگم. حتی در نخستین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نوشته شد و قرار بود دولت موقت این رو بگذاره به رفراندوم، مسائلی پیش آمد که نشد. تو اون پیشنویس قانون اساسی که به رویت مرحوم امام خمینی میرسه و امام خمینی با اون موافقت میکنن، با اون پیشنویس اولیه قانون اساسی، و میگن مراجع دیگر از جمله مرحوم آیت الله شریعت مدار دیگران هم اون رو نگاه بکنن. آقای چالنگی، خیلی از 80 میلیون مردم ایران نمیدونن که در اون پیشنویس قانون اساسی در سال 58-59 تنها چیزی که وجود نداشت ولایت فقیه بود و مرحوم امام خمینی اون رو تصدیق کرده بودن. برای اینکه شنوندگان شما، بینندگان شما باور بکنن به اون چی که من میگم، میتونن برن به مجلس خبرگان رهبری که همون مجلس شورای ملی سابق هستش. اونجا در دبیرخونش به اصطلاح این سند تاریخی، این پیشنویس قانون اساسی که نوشتند مرحوم آیت الله، خیلی از آقایون بودن، خیلی از حقوقدانا بودن که این رو نوشتن و دادن، ماشین کردن، تایپ کردن، دادن به مرحوم امام خمینی و عرض میکنم یک کلام توش ولایت فقیه نبود و امام این رو تصدیق و تایید کردن. اگر این به رفراندوم گذاشته شده بود، جناب آقای چالنگی، ما امروز در قانون اساسیمون اساساً چیزی به نام ولایت فقیه نداشتیم. البته بعدها مسائلی پیش میاد، منجر میشه به مجلس خبرگان و در مجلس خبرگان بحث ولایت فقیه مطرح میشه. یعنی میخوام بگم این رویه‌ای که مرحوم امام خمینی خودشونم در حقیقت اون چه که در ابتدای انقلاب میگفتند و کردند، همون رویه‌ای بوده که علمای اقدم، فقهای اقدم در طول تاریخ تشیع داشتن و اون هم این بوده که به هیچ وجه ادعای حکومت نداشتن. ولی خب در نوشتارشون اشاره کردن به و از این نظریه وجود داشت. ببینید، عرض میکنم، ببینید آقای چالنگی، یه وقت هستش که شما دارید یه بحث نظری میکنید، بله، در باب اینکه حکومت چگونه باید باشه، در عصر غیبت باید حکومت چگونه باشه، در اون 250 سالی که از زمان رحلت رسول الله تا زمانی که امام 12 غایب شدن، حدود 250 سال هستش که 12 امام هستن. بحثای نظری هست، بله بله، نه اینکه نظری، خوب صراحتا ایشون به حتی این نظریه وجود داشته، از ملا نراقی تاریخ به اصطلاح اینکه این نظریه در میون روحانیون شیعه میاد که فقیه باید در زمان غیبت حکومت کنه. همونطور که اشاره کردین، بحث ما بسیار طولانی خواهد بود چون یک بحثی است مربوط به تاریخ هم میشه بخش بزرگی از اون. من فقط یک چیز رو اشاره بکنم آقای زیبا کلام، برای جوانان یا کسانی که در جریان نبودن، اینو من بارها گفتم، ما گروهی به اصطلاح از تلویزیونی که به مصادره انقلاب در اومده بود در گزارشگران در واقع مجلس خبرگان بودیم. اونجا مجلس بررسی نهایی پیشنویس قانون اساسی بود عنوانه، و همونطوری هم که آقای زیبا کلام اشاره کرد، در این پیشنویسی که مهندس دولت بازرگان به مجلس ارائه داده بودیم درباره ولی فقیه به اصطلاح بندی نبود، صحبتی نبود. بعدن که بعد از آیین‌نامه داخلی که تنظیم و تدوین و به اصطلاح تصویب شد، بررسی این شروع شد که مورد حمله قرار گرفت از طرف بسیاری از نمایندگان مختلفی که در اونجا بودن. البته آقای بنی صدر بود، بقیه بود، خیلی هم در اونجا این حرف رو زدن که این قبایی هست به اندازه آقای چالنگی، من از شما و آقای مهندس شریف چند ثانیه عذر میخوام، چون شما گفتید که این پیشنویس قانون اساسی که درش ولایت فقیه نبود نامی از دولت موقت بردید. من برای ثبت در تاریخ باید بگم که به هیچ وجه اون پیشنویس رو دولت موقت ننوشته بود. اون پیشنویس زیر نظر یک از فقها و حقوقدانان نوشته شده بود. مرحوم آیت الله بهشتی بودند، بنی صدر بود، حقوقدان مرحوم ناصر کاتوزیان بود، یه سری از حقوقدان نوشته بودند. نکته مهم این هستش که اون پیشنویس نشون امام دادن و امام تایید تصدیق کردن اون پیشنویس رو. شما حرف بنده رو، من چون این سخنی نگفتم که اون پیشنویس رو دولت موقت نوشته بود، چون حرفی رو دولت موقت قرار بود این رو به رفراندوم بگذاره. البته اجازه بفرمایید، این پیشنویس رو
دولت موقت آقای مهندس مهدی بازرگان به مجلس خبرگان اومد و این پیشنویس رو دولت ارائه داد به مجلس خبرگانی که بله. این هم نه این که کسانی که شما اشاره کردید از آقای حبیبی هم اس برده شده که در تدبیر این قانون اساسی دست داشته. بله این که نوشته دولت موقت هنوز دولت کاملی هم نبود در اون موقع. به هر حال آقای شریعت مداری اساسا آیت الله خمینی در سال 41 و 42 چه میگو؟ همونطور که اشاره کردید اصلاحاتی در مملکت شده بود که گفته میشه یعنی کسانی که در اون سالها زندگی کردن اسناد تاریخی هم هست که آیت الله خمینی مخالف بود با بسیاری از موارد این اصلاحات، از جمله اینکه زنان به هر طریقی صاحب رأی شده بوده و همینطور اصلاحات ارضی که گفته شد آیت الله خمینی عملا نمایندگی میکرد زمینداران فئودال‌های بزرگ رو و بقیه و پیش از اونم شوراهای شهری و استانی رو مخالفت کرده بود. شما به عنوان یک ابتدا نسبت به قسمت اول بحثتون من به دو نکته اشاره کنم. اولا مشکل فقط ولی ولایت فقیه نیست، مشکل حکومت اسلامیه و جمهوری اسلامی. با آقای خمینی از پاریس جمهوری اسلامی رو درست روز بعد از این که آقای شاه در سخنرانی خودش گفت من صدای انقلاب شما را شنیدم، روز بعد آقای خمینی با یک نشریه یونانی مصاحبه میکنه و میگه که ما جمهوری اسلامی برقرار خواهیم. بنابراین آقای خمینی قصد داشت جمهوری اسلامی برقرار کنه، فقط تست میکرد که آیا با ترکیبی که اون روز وجود داره فقیه میتواند حاکم بشه یا یک طرح دو مرحله‌ای باید باشه. من قبول ندارم که ایشون به ولایت فقیه مایل نبود، برای اینکه بعدم ولایت مطلقه فقیه رو اصرار کرد. کسی که ولایت فقیه رو در حدود امور حسبیه بدونه مثل پدر من باید مخالفت کنه. ایشون اون رو توصیه داد به ولایت مطلقه فقیه. بنابراین این روایت کمی فرماله، یعنی واقعیات رو در نظر نمیگیره. مسئله بعدی اینه که در تنظیم قانون اساسی آقای دکتر لاجی و نزیه هم دخالت داشتن علاوه بر کسانی که بود. اما در مورد دیگر ببینید، مسئله رو باید از سال 1339 شروع کرد، از هنگامی که در بحران خلیج خوچها کندی و خروشچف در اتریش هم دیگر رو دیدن. خروشچف میگوید که ایران مثل در رجزخانی هایی که میکنه و کندی را میترسونه، میگه که ایران مثل سیب گندیدهی به دامن ما خواهد. کندی بعد از بازگشت به آمریکا اسناد نشون میده که خیلی شدید در صدد اینه که از این کار جلوگیری کنه و شروع به فشار برای اصلاحات میکنه. خب ابتدا مقاومت شاه زیاد بوده، آقای دکتر امینی که نخست وزیر اون زمان بوده میاد یک کابینه سایه تشکیل میده و شاه خبر میشه از این. برادر کندی رابرت کندی با آقای داگلاس حقوقدان رابط آقای امینی بودن و در حقیقت یک کودتایی داشت شکل میگرفت که اصلاحات رو اینا انجام بده تا شاه قبول میکنه مرحله اول اصلاحات ارضی به کمک ارسنجانی انجام بشه. یعنی اصلاحات ارضی قبل از 41 مرحله اولش انجام میشه. از طرف دیگه آقای قرنی و یارانش در صدد کودتا بودن، اونم آمریکا ازش اطلاع داشته. یعنی در شرف بین سال 39 و 41 فشار آمریکایی‌ها بر این بوده که باید اصلاحات شدیدی شروع بشه و سیستم اجتماعی ایران دستخوش دگرگونی‌هایی بشه که نتیجهش یک انقلاب بالشویکی نشه. شاه میفرسته سراغ آقای بروجردی برای اصلاحات ارضی قبل از این مرحله اول و موافقت رو میخواد. آقای بروجردی مخالفت میکنه، شاه پیغام میده که با این اصلاحات هم در عراق شده و هم در مصر که دو کشور بزرگ اسلامی هستند، شما چرا مخالفت میکنید؟ آقای بروجردی میگه صحیح میگید، ولی اون دو جا بعد جمهوری شد، آیا نمی ترسید از اینکه این اصلاحات رو بکنید و جمهوری بشه؟ تا آقای خمینی زنده بود مرحله اول اصلاحات ارضی پیش نرفت. بعد این مراحل آقای بروجردی زنده بود، ببخشید، آیت الله بروجردی زنده بود پیش نرفت.
بعد از فوت آیت الله بروجردی، آقای خمینی که از مدرسین فاضل حوزه بود ولی آقای خمینی در جریان فدایان اسلام اون رو از حضور در حوزه منع کرده بود و او خانه نشین شده بود، هیچ اشتهاری به مرجعیت نداشت و مرجع هم نبود. فرصت طلایی پیدا کرده بود تا با باند بهبهانی و کاشانی و تولیت قم که مربوط بود با مواضع رادیکالی که در پیش میگیره یک مرجع تقلیدی بشه که قدرت سیاسی را که فدایان اسلام قبلا برنامه‌اش رو داده بودن در ایران بلکه بتونه تصاحب بکنه و حکومت رو برقرار کنه. خب در چنین فضایی آقای خمینی آمد و سراغ مرحوم پدر من و گفت که ما باید یک مبارزه شروع کنیم، علما رو جمع کرد و بقیه رو و بنا شد که مبارزه‌ای با شاه که تصمیم گرفته بود دیگر از طریق دولت‌ها کارشو نکنه و خودش سردمدار این انقلاب اجتماعی بشه شروع بشه. پدر من شرط کرد که اولا هر اعلامیه‌ای می نویسیم باید مبتنی بر قانون باشه، در منزل ما در این جمع تهیه بشه و هیچ چیزی از بیرون اگر بیاد ما امضا نخواهیم. آقای خمینی صبح روز 15 خرداد اعلامیه‌ای رو که امضا کرد ساعت 7 به وسیله آقا مصطفی خمینی فرستاد در منزل ما. ما از طریق عده‌ای از بازاریا خبر داشتیم که واسطه دکتر بقایی در بازار این اعلامیه رو که دکتر بقایی نوشته فرستاده و ایشون این رو میخواد به امضاء مراجع برسون. مرحوم پدر من ساعت 7 صبح آقا مصطفی خمینی رو پذیرا شد و گفت که من که نمیدونم در این اعلامیه چیه ولی چون خلاف قرار ماست و بیرون از ما تهیه شده من امضا نخواهم کرد. ایشون گفت به صورت پدر من امضا میکنه و خودش این راه رو ادامه خواهد که چنین هم شد و بعدش سخنرانی معروف ایشون در صحن بود که مسبوق خاطرتون هست و مبارزات ایشون شروع شد. راهشون از همون صبح 15 خرداد از پدر من جدا شد و این مبارزات ایشون رو حداقل در بین عامه مردم به مرتبه مرجعیتی رسوند که البته هنوز حواس اون رو قبول نداشتن و طی مرحله که سال 43 تون ایشون ممکن بود اعدام بشه، حالا به شرحی که خواهم گفت، پدر من مجبور شد گواهی کنه که ایشون از علمای مشهور هستن تا اینکه اعدام نشه. بله. ولی با چی مخالف بود؟ من پرسش من این بود که با چی مخالف بود؟ ببینید مخالفت دو تا جنبه داشت. یک جنبه مترقی مخالفت بود، یک جنبه ارتجاعی. جنبه مترقی بود که شاه حق رفراندوم نداره. پدر من در اعلامیه 12 ماده‌ای می‌نویسه که شما به چه حقی رفراندوم می‌کنید؟ قانون اساسی چنین حقی به شما نداره. شما به چه حقی اصلاحاتی می‌کنید که باید دولت بکنه؟ قانون اساسی چنین حقی به شما نداده. اعلامیه 12 ماده پدر من است. آقای خمینی به شرع و به عدم حقوق زنان و اینکه اسلام از بین میره استناد میکرد. شما همه مبارزات مرحوم پدر من رو ببینید، اغلب استدلالات قانونی است. و مبارزات آقای خمینی رو ببینید، همش استدلالات عقب افتاده شرعی حتی به مفهوم اون روزه. و بعد ما میبینیم که اسنادی پیدا میشه که اینا همه وسیله بوده. ایشون از طریق حاج میرزا خلیل کوهکمره‌ای در همون ایام به کندی پیغام میده که خیلی شعارهای ضد آمریکایی منو جدی نگیرید. من طرفدار حضور آمریکا در ایرانم، برای اینکه حضور آمریکا در ایران حضور روس‌ها و انگلیس‌ها رو تعدیل خواهد کرد و من با منافع شما مسئله‌ای ندارم. سال 43 این پیغام رو میده. بنابراین امروز ما میدانیم که یک اتحادیه سیاسی بر علیه شاه تشکیل شده بود و مبارزه با حقوق زنان و اصلاحات ارضی بهانه‌ای برای تسخیر قدرت سیاسی بود که از سال 1339 مقدماتش چیده شد. آیت الله خمینی از سال 39 به دنبال قدرت سیاسی بوده و همونطور که آیت الله آقای شریعت مداری شرکت در مکاتبات با آمریکایی ها چند سال بعد آمد و در پی
تصاحب قدرت سیاسی، اونطور که آقای شریعت مداری اشاره کرد، حال اون که آقای زیبا کلام شما معتقد هستین چنین نبوده یا از حرف شما چنین استنباط و مخالفت های آقای نه من متاسفانه با خیلی از مطالب که جناب آقای مهندس شریعت مداری میگن مخالف هستم. مخالف هستم فکر میکنم اینا اصلا حقیقت نداره. اینکه ایشون با آمریکایی‌ها چراغ سبز نشون دادن، علیه شاه داشتن توانی میکردن، پدر ایشون رو دور زدن. نه ببینید، ببینید جناب آقای چالنگی عزیز، واقعیت این هستش که بعد از کودتای 28 مرداد شاه همچنان عنصری بودش که خیلی از دید اپوزیسیون، از دید حزب توده، از دید جبهه ملی، از دید بازار، از دید دانشگاهیان، از دید روشنفکرا شخصیت محبوبی نبود در حقیقت. و مسائلی به وجود میاد، وضعیت اقتصادی یک مقداری نامطلوب میشه در سالهای بعد از کودتا، حیف و میلهای زیادی میشه، خیلی از شاه دست و بال خیلی از نظامی ها رو توی این برنامه های اقتصادی و توسعه و اینها باز میگذاره و خلاصه در اون 6-7 سال بعد از کودتا خیلی اوضاع کشور نه از نظر سیاسی جالب بوده، نه از نظر مفاسد اقتصادی جالب بوده، تا میرسیم به زمان دولت مرحوم دکتر علی امینی. علی امینی در حقیقت میآید با یک پکیج به قول امروزی ها اصلاحات و برای اینکه پذیرفته بشه از جانب مردم که من وابستگی به دربار شاه ندارم، من عامل شاه نیستم، من نوکر شاه نیستم، من نوکر آمریکا نیستم. درسته که نامی از جبهه ملی و نامی از دکتر مصدق نمیبره، ولی سعی میکنه که یک سری تغییراتی رو، یک سری اصلاحاتی رو انجام بده. یه تعدادی از نظامی ها رو بازنشست میکنه، یه تعدادی از نظامی هایی که در امور عمرانی و سازمان برنامه و پروژه های اینجوری بودن، اینا رو در حقیقت به زندان میاندازه. قانونی رو وضع میکنه به اسم قانون از کجا آورده ای که بایستی مسئولین توضیح بدن ثروتی که دارند این ثروت از کجا آوردن. به علاوه گام مهم دیگری که مرحوم امینی برمی‌داره اصلاحات ارضی بوده. اصلاحات ارضی هم چیزی بوده که از مشروطه به این طرف ترقی خواهان ایران، اصلاح طلبان ایران، چپهای ایران، سوسیالیست‌های ایران همه واقعا به نوعی خواهان این بودن که نظام ارباب رعیتی، نظام فئودالیته در ایران جای خودش رو بده به یک نظام عادلانه تر و علی امینی هم این رو در حقیقت این رو دنبال میکنه. منتها مشکلی که آقای چالنگی به وجود میآید برای ملیون، برای اپوزیسیون، برای جبهه ملی، برای نهضت آزادی، برای طرفداران مصدق، برای مخالفین شاه، مشکلی که به وجود میآید این است که از یک سو اونها شاه رو به عنوان دیکتاتور، به عنوان عامل آمریکا، به عنوان کسی که دکتر مصدق رو سرنگون کرده میشناختن، از سوی دیگر شاه آمده و دست به یک سری اقدامات، یک سری اصلاحات ترقی خواهانه زده. شاه در یکی از سخنرانیاش میگه مثلا جبهه ملی چی میخواد، طرفدار مصدق چه میخواد. این مشکل برای ملیون به وجود میاد که شعارشون تبدیل میشه در 39-40-41 شعارشون تبدیل میشه به اصلاحات آری دیکتاتوری نه، یعنی اصلاحات شاه رو ما میپذیریم ولی دیکتاتوری شاه همچنان محل اشکال است. این مخالفت آیت الله خمینی رو آقای زیبا الان برای الان در مورد آیت الله خمینی خیلی کوتاه برن که وقت ببینید مخالفت خمینی الان در مورد با چه سخن آقای شریعت مداری مخالفت. اجازه بدید در این در مورد مرحوم امام هم خواهم گفت. این مشکل که شاه ترقی خواه نیست و اون رفرمی که داره میکنه واقعی نیست، اون ماسک اصلاح طلبی رو باید از صورت شاه به کنار بزنیم. این مشکل فقط مشکل جبهه ملی و نهضت آزادی نبوده، مشکل مرحوم امام خمینی یا آیت الله خمینی هم بوده. چرا؟ برای اینکه ببینید تا
قبل از سال 39-40 یعنی تا زمانی که اینجا من با آقای مهندس شریعت مداری همعقیده هستم، تا زمانی که مرحوم آیت الله بروجردی در قید حیات بودن، سنتی که بر قوم حاکم بوده همون سنتی بوده که صدها سال، هزاران سال، در هزار سال بین علمای شیعه وجود داشته و اون هم این بوده که کاری به کار حکومت نداشتند. علما و روحانیون مسئولیت دین مردم رو داشتن و حکومت هم مسئولیت چه میدونم حکومت و این دنیا داشت. حالا اجازه بدید اشکالی که به وجود میآید این هستش که آیت الله خمینی میخواسته رژیم شاه رو مورد چالش قرار بده، دقیقاً به خاطر همون دلایلی که ما میشناسیم. ایشون یه آخوند سیاسی بوده، ایشون یک کسی بوده که به دنبال مبارزه بوده، به دنبال سیاست بوده، یه چیزی مثل آیت الله کاشانی، یه چیزی مثل مرحوم آیت الله طالاقانی. ایشون اساساً به دنبال اون سبک و سیاقی که بر حوزه های علمیه کشور بر قوم حاکم بوده نبوده. ایشون میخواسته قوم رو، ایشون میخواسته حرم روحانیت رو به عنوان یک ابزاری در برابر رژیم شاه در حقیقت قرار بده. هدف چی؟ ببینید من معتقدم که آیت الله خمینی در سال 39-40-41 مبارزه با رژیم شاه رو شروع میکنه، دقیقا دلیلش برای مبارزه برخلاف اون چه که امروز گفته میشه، دلیلش این نبوده که نه حکومت اسلامی میخواسته ایجاد بکنه، نه به دنبال ولایت فقیه بوده، بلکه دلایل مخالفتش با حکومت شاه دقیقا همون دلایلی بوده که مال جبهه ملی بوده، مال نهضت آزادی بوده، مال بازار بوده، مال دانشجو بوده، مال روشنفکرا بوده. یعنی شاه و رژیم شاه رو یک نظام دیکتاتوری میدونسته. شما ببینید ولی با حق رأی زنان مخالفت کرد آقای خمینی. اجازه بدید ببینید، شما با نطقهای آیت الله خمینی در سال 39-40-41 که گوش میدید، یک کلام توش این نیستش که ما میخوایم حکومت اسلامی تشکیل بدیم، بلکه میگن ای آقای شاه، ما داریم تو رو نصیحت میکنیم، ما میگیم که شما تصمیماتی رو باید بگیرید که به خیر و صلاح مملکت باشه، ما میگیم انتخابات آزاد باید باشه، ما میگیم زندانی سیاسی نباید در کشور باشه. اینا مسائلی بوده که ایشون به دنبالش بوده. حتی ایشون در قبال این شعار محوری که مال جبهه ملی بوده که اصلاحات آری دیکتاتوری نه، ایشون میگه که در مملکتی که مردانش حق رأی ندارن و انتخاباتش آزاد نیست، انتخاباتش فرمایشی هست، در چنین مملکتی خنده‌دار نیستش که صحبت از آزادی زنان بشه. مگه مردان ما آزادن که بیان در انتخابات شرکت کنن و به هر کسی بخوان رأی بدن؟ اجازه بفرمایید، آیا چنین بوده آقای شریعت مداری؟ یعنی آقای خمینی اولا آقای خمینی در کتاب کشف الاسرار مدلی که ارائه میکنه واضحه، میگه که عیب رضا شاه اینه که با روحانیت مبارزه کرد، اگر میامد کارهای خودش رو مثل سلاطین قاجار با روحانیت مشورت میکرد و اجازه اونها رو میگرفت، میتوانست که مورد تایید قرار بگیره. میگه که در ابتدا هم ایشون اومد در منزل عاشق عبدالکریم حائری با آیت الله کاشف الغطا و دیگران ملاقات کرد و میخواست که جمهوری اعلام کنه، اونا منعش کردن و خیلی با روحانیت رابطش خوب بود، اگر اون حفظ میشد اشکالی نداشت. بنابراین در این که ایشون با دیکتاتوری مخالف بوده اصلا اینطور نیست. ایشون رضا شاهی رو که حاضر باشه با علما مشورت کنه تایید میکرده و اصلا اینطور نبوده که دنبال بر ضد دیکتاتوری باشه. ایشون میگفته که روحانیت باید در قدرت سیاسی سهیم باشه در مرحله اول. بعد از فدایان اسلام ایشون اصولا به این دلیل طرد شد از دستگاه آقای بروجردی که وقتی برنامه حکومتی فدایان اسلام اعلام شد و بعدش نواب صفوی رو گرفتند و واحدی رو گرفتند، ایشون آمد پلو آقای بروجردی گفت بعد اعلامیه بدید بیاید بیرون و
و مردم رو بیرون بیارید اینا آزاد بشن. آقای بروجردی به مشتسن دربونش گفت که ایشون رو بیرون کنه و دیگه راه نده و ایشون خانه نشین بود تا فوت آقای بروجردی به دلیل حمایت از برنامه سیاسی و حکومتی فدایان اسلام. بن آقای زیبا کلام یا تجاهل العارف می‌فرمایند یا در این زمینه کم کار کرد. به هر صورت ایشون خیلی از اطلاعات و من شاهد این دوره ها بودم و بیش از 30 سالم مشغله فکری و عملی و تحقیقاتی این بوده. من فکر نمی کنم خلاف واقع بگم. هر جا خلاف واقعشون بگن تا من بگم که چیزاش مدارک چیه و اگر هم ایمیلی بدم مدارک رو برشون میفرستم. آقای شهرنده خیلی کوتاه بفهمید که آیا مخالفت آیت الله خمینی با حق رأی زنان به این خاطر بود که در مملکت آزادی رأی برای مردمان نیست یا اون حق رأی زنان رو خلاف شرع دونست؟ نه خیلی شون ببینید در مرحله اول میخواست یک فقیه نام‌آور و مرجع تقلید بشه، احتیاج به یک پروژه جنجالی داشت، فقط این نبود که با حق رأی زنان موافق. در مرحله اول که استدلالات شرعی و اینا بود جلب توجهی نکرد و مثلا جبهه ملی با ایشون موافقت نکرد، شعارش چیز دیگه بود، نهضت آزادی در زندان بود، موافق ایشون نبود و حزب توده هم نزدیک نیامد. ایشون کاپیتولاسیون رو سال 43 پیدا کرد که یک پروژه ضد آمریکایی بود و فکر کرد این چیزیه که سازمان‌های سیاسی رو جذب میکنه و بنابراین برای ایشون هم حق زنان، هم کاپیتولاسیون، هم هر چیز دیگه علاوه بر این که جدا از این که ما مطرح کنیم آیا مترقی یا عقب افتاده بود، وسیله بود برای این که مطرح بشه، به سطح مرجعیت شیعه فراکشیده بشه و رهبر سیاسی بشه فراتر از آقای کاشانی و بهبهان. آقای زیبا کلام به همین کوتاهی اون چوری که آقای شریعت مدادی بشه. ببینید من هم با آقای مهندس شریعت مدادی موافقم هم مخالف. مخالفم ایشون از نظر فقهی با حق رأی زنان، با حق طلاق زنان مخالف نبود. بالاترین دلیلش این هستش که بعد از انقلاب زنان هم چه میدونم به مجلس راه پیدا کردن، هم حق رأی داشتن هم حق طلاق، ضمن این که قبول خیلی از حقوق رو هم نداشتن و ندارن هنوز. اما خیلی از حقوق هم داشتن از دست دادن آقای، خیلی از حقوق هم داشتن از دست دادن. حالا میونه دعوا شما تعیین نکنید آقا چاله. نه خیر خب جزء اما اون جایی که آره اون اما من که خودم دارم میگم عزیز جان خیلی از حقوق رو ندارم یا دست دادن. آره اما ببینید اون جایی که من با آقای شریعت مداری موافق هستم این هستش که امام، مرحوم امام خمینی، آیت الله خمینی، بیش از اون چه که یک چهره و شخصیت، یک ذات فقهی داشته باشن، یک ذات سیاسی داشتن. من معتقدم که ایشون بیش از اون چه که فقیه باشه، بیش از اون یک فرد سیاسی بود، یک آدم سیاسی یعنی چی بود. فرد سیاسی یک سیاسی یعنی چی آقای یعنی ایشون در حقیقت یک سیاست مداری بود، یک مبارز سیاسی بود، یک فردی بودش که چه میدونم همه وجودش در خدمت مسائل سیاسی بود، مثل رهبران بزرگ سیاسی که در همه کشورهای دیگر هستند، در تاریخ در خود ایران هم بودن. در منتها در این حال ایشون در لباس روحانیت هم بود و خیلی جاها رفتارهای از ایشون از نظر سیاسی می آمد بیرون که اساساً بیرون و خارج از اون سنت روحانیت بود. عرض کردم شما کدام فقیه رو پیدا می کنید ظرف 1000 سال گذشته، یعنی از بعد از غیبت کبرا، که رسماً گفته باشی که حکومت باید دست روحانیت بشه، ولی ایشون گفت فقیه باید حکومت بکنه، ایشون کرد. من معتقدم که ایشون بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی مانعی که بر سر راهشون بود مرحوم آیت الله بروجردی بود، چون ایشون مجبور بود آیت الله بروجردی رو
به عنوان زعیم عالی قدر، به عنوان رئیس رأس هرم روحانیت در حقیقت تحمل بکنه. بعد که ایشون فوت شدن، ایشون اون وقت دیگه تخت گاز رفت به دنبال مسائل سیاسی. بله آقای شریعت مداری درست میگن، خیلی وقتا امام دنبال بهانه میگشتن که اینو علم کنن علیه حکومت شاه. مثال های زیادی اگه وقت باشه من میتونم برای شما بیارم که در حقیقت ایشون داره. وقت شما بیشتر شد، اجازه بدید. نخیر، ببینید ایشون تصور دقیقی از آقای خمینی ندارن. آقای خمینی در دوره‌ای که روابطش با آقای بروجردی خوب بود، با مرحوم حاج آذرالله کمالوند دو بار در کاخ گلستان از طرف آقای بروجردی فرستاده شده بود، شرفیاب شده بود به خدمت اعلیحضرت همایون آریامه به قول اون روزی ها، و راجع به مسائل سربازی طلبه ها از طرف آقای بروجردی پیغام بود. ایشون به هیچ وجه شخصیت سیاسی به اون معنا نبود. ایشون ذوب در عقیده فدایان اسلام شد بعد از آمدن اونها و طرفدار اونها شد. منتها آدم زیرکی بود، آدم اقتدارگرایی بود. به این معنی اگر سیاست رو به این معنی بدانید، بله دلش لک زده بود که یک رهبر خیلی خیلی دیکتاتورتر از هر دیکتاتوری که در ایران هست باشه و مقدماتش رو میچید و به این دلیل هم تلاش میکرد. ولی ذره‌ای به فکر این که اوضاع مردم بهبود پیدا کنه، دموکراسی بیاد، از این حرف اصلا ایشون با دموکراسی انس و الفتی نداشت. ایشون با دیکتاتوری شاه مخالف نبود. همونطور که در کتاب کشف الاسرار نوشته، میگفت شاه چرا علمای خمسه رو که در اصل تراز قانون اساسی هست و باید با اونها مشورت بشه و قوانین با حکم اونها باید توشیح بشه، در حقیقت به رسمیت نمیشناسه و اونها رو باشون نمیاد که اونها رو بر سر سریر قدرت بنشونه. همه درد ایشون این بود. به این معنی ایشون یک آخوند کامل سنتی بود. به این معنی ایشون اصلا فقیه نبود. ایشون تا موقعی که در حقیقت سال 1338 که در مسجد سلماسی به توصیه پدر من یک درس اصول داد، تا اون موقع فقط عرض به خدمتتون اسفار و حاشیه اسفار و اینجور چیزها رو فلسفه تدریس میکرد و چهار تا بیشتر شاگرد نداشت. ایشون اصلا درس فقه نداده بود، کتاب فقهی هم ننوشته بود تا اون موقع. آقای شرمنده خیلی کوتاه بفهمید، چون اشاره شد آیت الله بروجردی تا زمانی که زنده بود آیت الله خمینی وارد موضوعات سیاسی یا اقدام عمل سیاسی نمیتونست بشه، مانع میدید آیت الله بروجردی رو. آیا بعد از انقلاب هم آیت الله شریعت مداری رو مانع خودش میدونست که زمینه ساز چنین رفتاری با مرجع ارجمندی مانند آیت الله شریعت مداری شد؟ بله، ایشون بعد از 15 خرداد حساب خودش رو جدا کرد. مرحوم پدر من بعد از اینکه از مسافرت تهران به قم آمدند، دار تبلیغ اسلامی رو تأسیس کردند و گفتن، در یک سخنرانی گفتن که ما در طی این مبارزات به این مسئله پی بردیم که روحانیت ما قبل از هر چیز به یک انقلاب فرهنگی نیازمنده و ما خیلی عقبیم، ما باید به روز بشیم و برای این کار دار تبلیغ رو من میذارم. آقای خمینی از فردای اون روز شروع کرد با دار تبلیغ اسلامی مخالفت و گفت که ایشون دار تبلیغ رو میگذاره تا نهضت بر علیه شاه رو به یک مبارزه فرهنگی تبدیل کنه و خاصیت سیاسی اونو از اون بگیره و این کار کاریست که با تبانی دربار صورت گرفت. و آقای میلانی و آقای مرحوم علامه طباطبایی و بقیه پادرمیونی کردن، ولی ایشون مخالفت رو تا آخرش حفظ کرد. برای اینکه پدر من مکتب اسلام رو دست کرده بود، پدر من دار تبلیغ رو گذاشته بود، کار پدر من یک انقلاب فرهنگی در حوزه بود و ایشون پاسبان جهل حوزه بود و میخواست حوزه رو به 1400 سال قبلش برگرد و در حقیقت دو راه متفاوت بود و مشکل دو مکتب بود در حقیقت. ولی علاوه بر اون ایشون فکر میکرد که آیت الله شریعت مداری 19 ساله مجتهد شده بود، اولین مجتهد از حوزه علمیه بود که اشرف عبدالکریم حائری درجه اجتهاد بهش داده بود و مدرس آقای خمینی شده بود که 5 سال از خودش بزرگتر بود و این حسد تا آخر عمر آقای خمینی رو آزار میداد. و
وقتی که از پاریس به قم آمد، فرزند آیت الله مرعشی رفته بود دیدنش در مدرسه رفاه. اولین پیامش این بود که به این آسد کاظم بگو که چوب لا چرخ من نذاره وگرنه بد می. و پسر آیت الله مرعشی، آقای دکتر محمود مرعشی که اکنون کتابخانه آیت الله مرعشی رو اداره میکنه، این پیام رو بر پدر من آورد. خب آقای زیبا کلام، به هر شکل و به هر دلیل و به هر زمینه آیت الله خمینی به قدرت رسید در ایران و صفت یا عنوان مقدس برای شیعیان رو که تا اون موقع فقط برای دوازده امام به کار برده میشد به ایشون دادن. حسنان هیکل هم این حرف رو زده که یه گلوله‌ای بوده آیت الله خمینی که از قرون گذشته به قرن بیستم شلیک شده. ولی در همین مقام ریاست انقلاب و همه حکومت بعد از انقلاب چه دستاوردی داشت؟ شما گفتید یک آدم سیاسی بود، مثل همه آدم‌های سیاسی، رهبران سیاسی. آیا واقعا مثل همه رهبران سیاسی بود؟ رهبران سیاسی با هدف‌ها و عملکردشون توضیح داده میشن. بفرمایید دستاورد این انقلاب شما معتقد هستید که اصلاح‌پذیر هست اینو؟ ببینید کم نبودند، کم نیستند کارهای ایشون که شما اگر از نظر فقهی، از نظر چه میدونم سلسله مراتب روحانیت بخوای بهش نگاه بکنین، خیلی خیلی با مشکل مواجه میشیم. ولی از منظر سیاسی اگه نگاه بکنیم، ولی اگه از منظر سیاسی، از منظر سیاسی نگاه بکنیم، هیچ تعجبی نداره. مثلا برخوردی که ایشون با مرحوم آیت الله منتظری کردن، برخوردی که با مرحوم آیت الله شریعت مداری کردن، نمیدونم اگر آیت الله طالاقانی زنده میموندن به چه سرنوشتی دچار میشدن. ولی ببینید اینجور چیزا رو که شما نگاه میکنید، رفتار ایشون یه رفتاری هستش که به هر حال از جهت سیاسی قابل فهم، قابل تبیین و از کنار سفره مردم اگه نگاه کنیم، از کنار سفره مردم قابل توجیه هستش. اما ببینید یک سوال خیلی اساسی و بنیادی میمونه که این سوال رو من در مجموعه مصاحبه‌ای که با مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی مطرح کردم، تو این کتاب هاشمی بدون روتوش هم آمده. یه سوال خیلی جالبی از نظر خودم از ایشون کردم. اون موقع 25 سال از انقلاب گذشته بود، گفتم با آقای هاشمی رفسنجانی، در این 25 سالی که از انقلاب گذشته، به نظر شما ما چه ویژگی خاصی رو میتونیم به روحانیت نسبت بدیم؟ چون به هر قدرت دست روحانیت بود 25 سال، حالا میتونیم بگیم تو این 40 سال. پاسخ من این هستش جناب آقای چالنگی، تو اون کتاب هم آوردم که هیچ چیزی رو ما نمیتونیم ممتاز بکنیم، جدا بکنیم. یعنی خیلی از رفتار روحانیت، و این شامل مرحوم امام هم میشه، خیلی از رفتار روحانیت در این 40 سال مثل مابقی افراد بوده، مثل سایر جریانات و شخصیت ها و چهره های سیاسی یعنی بوده. از انتقاد خوششون، مقصودم این هستش که رفتار اونها بسیار شبیه آدمای دیگر هستش، یعنی جریانات سیاسی هستش. روحانیت در کل رو دارم میگم، یعنی همون جور که من و شما از انتقاد بدمون میاد، اونا هم از انتقاد بدشون میاد. همون جور که من و شما دوست داریم از ما تعریف و تمجید بشه، اونا هم دوست دارن ازشون تعریف و تمجید بشه. همونقدر که آقای زیبا کلام عذر میخوام، ولی من و شما معلوم نیست اگه در مسند قدرت باشیم 3000 زندانی بیشتر رو اعدام کنیم. حالا اون یه بحث دیگه، مقصودم چیز دیگریه. نه مقصودم این هستش که خیلی از رفتارهای روحانیت در این 40 سال گذشته با آدمای معمولی دیگر خیلی تفاوتی پیدا نمیکنه. این همه اون چیزی هستش که میخواستم خدمتتون عرض بکنم. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم که چون روحانیون داشتن در ایران حکومت میکردن، اینجا بهش شده، اینجا نمیدونم نه همه مشکلاتی که آدمای دیگه دارن، روحانیون هم در میز قدرت، در صندلی قدرت نشون دادن که اونا رو دارن. بله، حالا این بحث دیگری است البته، همونطور که اشاره کرده. ولی 40 سال یک کارنامه‌ای داره روحانیت در مقام قدرت. نگاه شما رو آقای، و این روند رو شما قابل اصلاح میدونید؟ خیلی کوتاه 30 سال.
از بنده هستید یا از آقای شریعت مداری؟ من خیلی کلی به شما خواسته باشم بگم این هستش که در این 40 سال خیلی خدمتی به دین نشد. خیلی ایرانیان، خیلی این 80 میلیون موحدتر، دیندارتر و نزدیکتر به اسلام نشدن. در نتیجه 40 سال بله. نه دیگه حالا اون صفحه مردم رو باید بذاریم برای یه بحث اقتصادی و اینها. شما دارید از دین میپرسید، از روحانیت میپرسید. من میگم این 40 سال حکومت روحانیت باعث نزدیکتر شدن مردم ایران به دین و دیندار شدنشون نشد. البته من از دین نپرسیدم و پرسش من این نبود که آیا مردم دیندار شدن یا نه، ولی خب نظر شما هست. آقای زیبا کلام چون در برنامه قبل اشاره کردن این پرسش منو، یعنی جواب دادن که بله معتقد به اصلاح این حکومت هستن و باید ذره ذره پیشرفت، تفسیر شما رو میشنویم. آقای شریعت مداری، آیا واقعا چنینه؟ این حکومت اصلاح پذیره؟ و شما اگه بخواین کارنامه 40 ساله تا امروز حکومت فقیه رو خیلی گزارش کوتاهی بدید چه خواهید گفت؟ بله ببینید، اولا آقای خمینی رو آقای زیبا کلام معتقدن که یه شخص سیاسی بوده، بله، ولی اگر متناظر اون رو در تاریخ بخوایم در تاریخ معاصر ببینیم، میشه استالین و هیتلر و موسولونی. و در سیاست ما هم استالین و هیتلر و موسولونی داریم، هم گاندی و نلسون ماندلا داریم. بستگی داره که این طیف گسترده سیاسی رو کدومش رو منطبق با اون چی که ایشون نمیدونم به خاطر دلبستگی یا یک ترفندی برای حفظ خودشون امام خمینی میگن، با این موجودی که در حقیقت امروز جز یک تبهکار نمیشه ازش اسم برد، اسم امام خمینی مرحوم آوردن. اگر دلبستگی باشه من با ایشون خیلی مسئله دارم، ولی اگر روشی بر حفظ خودشونه کاملا تفاهم دارم. اما در مورد خیلی کوتاه بفرمایید آقای شریعت مداری، متاسفانه کارنامه روحانیت، ببینید نه روحانیت، هر ایدئولوژی که بخواهد در حکومت دخالت کنه و ناگزیر جامعه رو به خودی، یعنی باورمندان به اون ایدئولوژی و گروندگان به رهبری اون ایدئولوژی و غیر خودی، یعنی اونهایی که یا اطمینان نداره یا چنین باوری ندارن، تقسیم کنه، وضعش بیش از این نخواهد بود که روحانیت خصوصیتی در این مورد نداره. هر ایدئولوژی باشه اینطوری میشه. خصوصیت روحانیت اینه که مملکت رو علاوه بر این به 1400 سال پیش هم پرتاب میکنه. نه هر دو کار رو روحانیت حاکم کرده، یعنی هم مملکت رو به خودی و غیر خودی تقسیم کرده، دشمنی های فراوانی ایجاد کرده و هم ما رو به 1400 سال پیش پرتاب کرده. سپاسگزار هستیم آقای حسن شریعت مداری در هامبورگ. با سپاس بسیار از شما و سپاسگزار هستیم. با سپاس از شما آقای صادق زیبا کلام در تهران. همونطور که پیشتر هم اشاره کردیم این بحث میتونه ادامه پیدا کنه و امیدواریم هر دو مهمان رو در برنامه های آینده باز هم در کنار هم داشته باشیم و پیگیر پیامدهای انقلاب اسلامی در ایران باشیم از نظرگاه های مختلف با نظرگاه های مختلف. با سپاس از شما عزیزان که با ما همراه بودید. تا این لحظه به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، پند و سبلان آسماری، کوساران دنا درا کلوند، کو زگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد